با سلام آدریان هستم به آشپزخونه من خوش اومدین امروز میخوام براتون پوره سیب زمینی درست کنم مواد اولیه برای این پوره سیب زمینی حدود یک کیلو پیاز سه عدد متوسط کره 100 گرم نمک یک قاشق چای خوری فلفل سیاه زردچوبه زیره پودر سیر پودر زنجبیل نصف قاشق چایخوری شوید خوش شده دو قاشق چایخوری کنجد دو قاشق چایخوری یه مقدار خیلی کمی هم به جز هندی احتیاج داریم امروز پوره ای که میخوام بهتون یاد بدم رسپی خودمه پوره ای که اکثرا رایج و درست میکنن سیب لح له شده و شیر استفاده میشه من این پوره رو یک بار درست کنین و اگر دوست داشتین و لذت بردین این پوره رو توی منوی غذاییتون بیارین و تکرارش کنین سیب زمینی رو من پختم اونطور که دارین میبینین موقعی که سیب پخت آب سیب زمینی رو خالی بکنید و بذارین سیب زمینی یه مقدار کباب شد پیاز رو باید ریز خورد کنید یعنی از نگینی ریزتر رو انجام میدم پیاز رو تف میدم سیب زمینی رو هم پوست میکنم و له میکنم وقتی پیاز سرخ شد ادامه کار رو بهتون نشون میدم همونطوری که داریم میبینین پیاز در حال سرخ شدنه پیاز رو با مقدار کرهی که داشتید باید سرخ کنید حتی میتونید جایگزین کره از روغن زیتون هم استفاده بکنید وقتی پیاز سرخ شد شعله گاز رو کم کنید و ادویه رو بهش اضافه کنید یه مقدار جوز هندی توی مواد رنده کنید بعد از اینکه که ها رو اضافه کردم ادامه فیلم رو بهتون نشون میدم نمک، کنجه، شیوید خوش شده و ادویه رو اضافه کردم شعله گاز رو باید کم کنید چون نباید بذارید ادویه و شیوید خشک که داخل غذاست بسوزه بعد از این کار سیب زمینی پخته شده رو اضافه میکنیم به مواد بعد از اینکه سیب زمینی رو به مواد اضافه کردین کاملا با هم مخلوط کنید و به مدت 10 دقیقه تا یک رو در تابه رو ببندید. بعد از این زمان پوره سیب زمینی ما آماده است تزیینش میکنم و تزیین شدهش رو بهتون نشون میدم اینم از پوره سیب زمینی ما من با نعنا تزیینش کردم امیدوارم این غذا رو درست کنید و ازش لذت ببرید این غذا رو میتونید به عنوان شام یا حتی به عنوان بغل بشقابی کنار غذاتون استفاده بکنید شما میتونید در کنار این غذا از خیارشور، گوجه و کاهو استفاده کنید و این غذا رو درست کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید در مورد این غذا مرسی از اینکه ویدیوهای من رو تماشا میکنید برای حمایت کردن از من حتما ویدیوهای آموزشی من رو توی کانال هایی که عضو هستین به اشتراک بذارین و یوتیوب منو سابسکرایب کنید تا یه برنامه دیگه و یه غذای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود